یا آقا رسولی تو بازار بوده، اهل همه چی، مشهورم بودن، همه هم میشناختنشون. فقط مجلس عزاداری امام حسین حاضر بود بره و دوست داشت بره، منتها برای مجلس امام حسین یه کار خوب دیگه هم میکرد، دهنشو دم شیر آب آب میکشید. دیگه آدم دهنش نجس باشه خوب نیست. رفت توی یکی از هیئت‌ها یه شب، صاحب هیئت بیرونش کرد، آقا برو اینو بیرونش کنی، این کیه دیگه اومده اینجا ضایع میکنه جلسه ما، جلسه محترمیه، این اومده بیرونش کردن. این هم میخواست بزنه، لوتی بود دیگه، آقا چیشی رو بیرون میکنی؟ او مجلس امام حسین دیگه برای منکر امام حسین نمیزن، رفت خونه، ولی دلش گرفت، اهل گریه و اینا نبود، دلش گرفت، شکست انگار. همون صاحب هیئتی که گفته بود اینو بفرستید بیرون، شب خواب میبینه فردا صبح در خونه، صبح زود تق تق تق، آقا رسول اومده بیرون، چه خبره صبح زودی؟ فلانیه، آقا رسول از گی از امشب خواستی بیایی هیئت، بیایی کسی به تو کاری نداره، اون دیشب منو ضایع کردی، الان بیایی برای چی اینجوری میگی؟ من دیشب یه خوابی دیدم، بیا شما. خوابت چی بوده؟ نمیگم، خواب ناجوری بوده، دیده بوده، نمیخواسته بگه. نه باید بگی خواب در مورد من مگه ندیدی؟ آقا رسول بی خیال، بیا دیگه، ما خواستیم بگیم اشتباه کردیم شما را ندادیم، شما بیا. نه من تا نگی نمیام، اصلا نمیام. مجبور میشه بگه، میگه من دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله حسین تو کربلا محاصره است، تنهاست، میخوان حمله کنن به خیمه امام حسین. رفتم جلو که چه خبره، صحنه چیه، چرا اینا از هر طرف میخوان حمله کنن نمیشه. دیدم یه سگی اطراف خیمه داره پاس میده، هر کی میاد حمله کنه میپره بهش، اینا میرن عقب. خب واقعا رسول ببخشید، اون سگه تو خواب تو بودی، قیافت قیافه تو بود، بدنش بدن سگ. میگه آقا رسول نشست زد زیر گریه، گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. خوبیه زد بیرون دیگه، همه چیو گذاشت، من و امام حسین به عنوان سگ خیمه خودش پذیرفته، دهن به این نجسی ها نمیزنن.